الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. قرآن مجید یک مثال خیلی واضح برای همه بشریت. قرآن به بعضی هم مسخره میکنه، استهزاء میکنه، میفرماید بعضی هستن میخوان، دیدید فردا ساعت مثلا 10 صبح اگر تمام مردم کره زمین فوت کنن به خورشید، خاموش میشه، نورش کم میشه. راستی اگر فردا تمام مردم کره زمین هوا رو سرشون کردن و فوت کردن، شما یا آدم عاقل میگی با میگه دیونه اید، میگه میشه خورشید رو با فوت خاموش کرد؟ یه نوری از نور خورشید میلیاردها بار قوی تر نور خدا. یریدون لیطفئوا نور الله، به چی؟ به افواههم، فوتش میکنن. بابا و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون. به قول عراقی غصب على خشمک، میگر میتونی با چراغ الهی رو به رو بشی. خیلی اشتباه میکنن کسانی که میخوان چراغ امام حسین رو خاموش کنن، واقعا احمق هستن، نمیفهم. آقا جان یه چراغ یکی خدا روشن کرده، اونم ببینید ما در بیابون اگر گم کنیم راه رو، الان اگه کسی سفر بیابونی بره، فرض میکنیم کسی از اینجا میخواد بره جایی، راه دور، برقم نیست، این چی نیاز داره؟ یه لایت بستش، یه فانوس بستش، راه پیدا میکنه. اما اگر کسی توی دریا راه رو گم کرد، اونم این دریایی که خدا داره مثال میزنه، ظلمات 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 ظلماتون بعضها فوق بعض. آیا من از شما عقلا میپرسم در تاریکی دریا اگر یه آدم رو بندازن وسط دریای تاریک ظلمات، چرا قوه به درد میخوره؟ نه. فانوس به درد میخوره؟ نه. پروژکتور قوی تر از این پروژکتور به درد میخوره؟ نه. چی به درد میخوره؟ در دریا ما دو چیز نیاز داریم در دریای مواج تاریک نیمه شب. یک، اول کشتی نیاز داریم، بعد چراغ نیاز داریم. کشتی بدون چراغ گم میکنه راه رو، چراغ بدون کشتی غرق میشه. یا رسول الله، ما میخواییم به ما یه چراغ بدی، یه کشتی بدی. میفرماید ان الحسین مصباح و سفینه، هر دوش. اونم چقدر زیبا پیغمبر فرموده. قرآن میفرماید در شب معراج پیغمبر چیزهایی دید از آیات بزرگ خدا. اونم خدا میگه کبرا، خدا میفهمد کل دنیا بشه من یک پشیزه. حالا اون خدا میگه لقد رأى من آیات ربه الکبرا. پیغمبر در شب معراج یه چیزایی دید از آیات بزرگ خدا، خیلی بزرگ. خدا میگه بزرگ، خدای بزرگ میگه بزرگ. ببینید پیغمبر اکرم از معراج اومدن به زمین، جمع شدن اصحاب، یا رسول الله چی دیدید؟ آخه این چی بود این آیات کبرا؟ قال الله اکبر، قال رأیت. خوب دقت کنید، خیلی وقت اونجا وقت قدر خودتون رو خیلی میدونید. نوکران امام حسین، خدا شاهد لذت میبرم این صورت ها رو دارم میبینم. یا رسول الله چی دیدی؟ آیات ربه الکبرا دیدی؟ فرمود رأیت مکتوبا على ساق العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این آیات ربه الکبرایی که قرآن گفته این بوده. اونم رأیت مکتوبا على ساق العرش. باز دقت کنید، خداوند متعال عرش مادی نداره، من الان رو این عرش معنوی مادی نشستم، این منبر عرشه، خب این ساق داره، یعنی پایه داره. یه بحثی ما داریم در ابحاث قرآنی، میفرمایند تشبیه المعقول بالمحسوس، یک چیزای معقوله، یعنی مثال حسی میزنن که مثال عقلی واضح بشه.
پیغمبر اکرم چطور میخوان بفرماین عظمت داره این فرمایشه؟ پیغمبر چطور عظمت پیدا میکنه؟ فرض کنید که خدا یک عرش داره، عرش مادی، این فرض اینجا، ولی خدا که عرش نداره، خدا همه جا هست. این عرش مادی به فرض اگر پایه داره، اگر خداوند متعال میخواد تخت برای خودش داشته باشه و عرش داشته باشه، این عرش خدا، پایه عرش خدا چی جواهری روش هست؟ پیغمبر میگه این جواهر روش هست، ان الحسین مصباح الهدى. خدا عرش خودش رو زینت داده به این عبارت، این آیات ربه الکبرى این بود، ان اونم تأکید الحسین مصباح و سفینه. اگر یک وقتی او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض گرفتار شدید، آی مردم یک کشتی من به شما سراغ میدم و یه چراغ، اون کشتی اسمش امام حسینه، اون مصباح الهدا که شما را هدایت میکنه به ساحل بهشت اسمش امام حسینه، همه چیز در این کشتی هست، همه چیز در این چراغ هست. شنیدم کربلا رو سیارم بخشیدی، برشون گردوندی طرف امام حسین، تا اون دم آخر گفتی هر کی بیاد میگذارم، حالا برا ما دم آخره جوونیمون داره میگذره، یادمون رفته صاحبمون کیه، یادمون رفته آقامون کیه. اگه تو جواب ندی کی میتونه جواب بده؟ عالم منو بخواد ولی تو نخوای، به چه کار من میاد یا ابا عبدالله؟ تا دلم میگیره میگم حسین. تا درمونده میشم میگم حسین. تا اینو ردم میکنن میگم حسین. حسین مصباح الهدى و سفینة النجات. وقتی که از وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام پرسید ابن رسول الله الستم کلکم سفن النجات، میگه شما آقا امام رضا سفینة النجات نیستید؟ فرمودن بله من هم هستم، کلنا سفن النجات، اما یک استثناء داره، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع، وفي لجج البحار، در اون دریاهای تاریک مواج غرق کننده اسرع، این کشتی خیلی سریع میرسد. این ظلمات تمام دورمونو گرفته. بعد پیغمبر اکرم میفهمن میخواهید نجات بیایید از تمام این ظلمت ها؟ تو این دریای مواج ظلمت ها که نیاز به کشتی دارید، نیاز به چراغ دارید، یه کشتی بیشتر نیست، یه چراغ هم بیشتر نیست، اونم لقد رآ من آیات ربه الکبرى، خودم دیدم، ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. یا علی بیایید با امام حسین رفیق هستیم، بیشتر رفیق بشیم. مرد و مردونه در راه آقای امام حسین جون بدیم. پول چیه قیمتش؟ واقعا پول چیه قیمتش؟ یکی از رفقای کربلای اون کاشان فوت کرد، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیرازی. ایشون برای من گفتن، فرمودن خوابش رو دیدن، گفتن چه خبر اونجا؟ گفت بابا اینجا امام حسین سلطنت داره. گفتن یعنی چی؟ خوب گوش کنید. گفت نشستن برای من حساب کردن چند دونه برنج برای امام حسین دادم،
میدونم شما همه تون اهل خیرید. حاج آقا شما چند کیلو برنج دادی؟ میگی 100 کیلو دادم. میتونی میگی چند دونه برنج دادی؟ کیتون تو الان حساب کرده دونه ها رو؟ هیچکی. بعید میدونم کسی بتونه من چند دونه. اما پیش خدا حساب شده چند دونه برنج داده برای امام حسین. چند دونه برنج، نه چند کیلو داده ها، چند دونه برنج داده. الله اکبر. خب همین معنیه فمن یعمل مثقال ذره خیر یره. بعد مرحوم آقا گریه کردن، مرحوم آیت الله شیرازی، خیلی ایشون به امام حسین علاقه خاصی داشت. ایشون فرمودن که گفته بیشتر از این بهتون بگم. این آیت الله شیرازی میفرمودن، فرمودن گفت عدد ضربات سینه رو برام حساب کردن. اینو چیکارش میکنی؟ پس خوش به حال اونه که نفر اول زد. چند تو زدی؟ هیچ که تو الان همه تون سینه زنید. یالا کی میتونه بگه من چند تا ضربه زدم رو سینه؟ هیچ که. هست کسی بگه؟ ممکنه بگی من تا الان 500 بار تو عزا شرکت کردم. خدا رحمت کنه مرحوم ملا حمزه رو از زمان ملا حمزه تا کی. اما میتونی بگی چند ضربه به سینه زدی؟ اونجا حساب چند ضربه زدی. خوش به حال اونه که اول همه شروع میکنه ها و آخر همه ختم میکنه. اینا حسابه. همه کز و کار افزایی های های بی کسم همه کز و کار افزایی قراره دل بی قرارم زایی قراره دل بی قرارم زایی هرکی بی کسه کسه حسینه بگیره بی کسه همه کس و کارم تویی قراره دل بیقرارم تویی دل بیقرارم تویی هر باب من دیوونه ی نیم نگاتم از بچگیم همیشه تو روزه هاتم در حسرت زیارت کربلاتم دل تو دلم نیست به هوای تو جوونی من به فدای تو جوونی به فدای تو جوانی من به فدای تو عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین الحمدلله همه تون غلامای امام حسینی همه تون نوکرای امام حسینی. این شرف رو خدا به شما داده به دیگران نداده. تو زیارت عاشورا میخونید فاسال الله الذي اكرمني بك ابا عبد الله من رقمی نیستم اما اونقدر خدا به من آبرو داده که به من میگن نوکر امام حسین. ای بابا اوف به شاهان ناز کردم تا مرا بر خود گدا کردی من اون بودم که نای بینوایی می زدم هر دم تو اون بودی که نای بینوایم را نوا کردی. آقا ابا عبدالله من کیم؟ امیرالمومنین علیه السلام تو مناجاتشون میگن الهی انا الصغیر الذی ربیته انا الفقیر الذی اغنیته. امام حسین صفات خدایی داره. آقا امام حسین من همون بدبختی هستم که ایش که منو نمیشناخت تو منو عزیز کردی.
به عزت امام حسین عزیز شدیم، به عزت امام حسین معروف شدیم، به عزت امام حسین خدا این شرف رو به ما داد، اکرمنا الله بالحسین سلام الله علیه. حالا خیلی به جاست انسان واقعا قدر بدون این نعمت رو، و همونی که گفت در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدون امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. انشالله که عالم برزخ کارمون درسته، اما در قیامت علی صباح قیامت که سر ز خاک برارم، تا بلند شدم اولش به جستجوی تو باشم، به گفتگوی تو باشم. ابا عبدالله، باز میگم حسین چی شد؟ امام حسین عجیبه، در روز قیامت اون روز یوم اذ یصر الناس اشتات لیورا و اعمالهم فرقا، یه نفر فریاد میزنه تو محشر این الحسینیون، شما همه تون جز بشید بلند می فیقوم عنق من الناس، یه عده پا میشن، اینا میگن ماییم، ماییم که یک عمر چی میگفتیم؟ یا حسین یلدج رک بطرف لسانی و انا اعتقاد بدفترک، نوشتن این اسما رو دیگه. یه عده پا میشن اونجا میگن ما بودیم نوکرار امام، ما بودیم تو سر میزدیم میگفتیم یا حسین، ما بودیم با امام حسین علیه السلام معامله داشتیم، دار و ندارمون امام حسین بود، محسوب عند الله. ان الحسین مصباح الهدى والسفينة النجاة. قرآن کریم فرموده هم درجات عند الله، درجاتتون فرق میکنه، اونی که بهتر بیشتر عرض ادب کرده گذشت از دنیاش بیشتر داشته برای حضرت سید الشهدا، گذشت از وقتش بیشتر داشته، آبروش را در راه حضرت سید الشهدا بیشتر مصرف کرده، زحمت بیشتر کشیده، اون دستش پرتره، اون دیگری درجهش پایین تره، کم تره. این مطلب وقتی که لیست ها را به دست همه میدن در آخرت، این حسرت انگیزه. ممکنه یه شخصی دیگران حسرتش رو بخورن، اما خودش هم حسرت بعضی دیگر را بخوره. انسان اگه این کنار ذهنش بذاره این مطلب را، دستش پرتر خواهد بود. ان الحسین مصباح الهدى والسفينة النجاة. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان. حسین